دو تا از موضوعاتی که حتما باید بهش اشاره بکنم، خیلی از زبان آموزایی که از مجموعه آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن دارن استفاده میکنن و خیلی از دوستان عضو صفحه فیسبوک اصرار بسیار زیادی دارن که مطالبی که قرار داده میشه و یا منابعی که میخوان استفاده بکنن رو به فارسی یاد بگیرن و از به فارسی اونا رو ترجمه بکنن و از اون ترجمه در جهت یادگیریشون استفاده بکنن. لازم دونستم که حتما به این موضوع توجه بکنید. یکی از اشتباهات مخربی که وجود داره در راه فراگیری صحیح زبان اینه که ما می‌خوایم و سعی داریم که به فارسی و با استفاده از ترجمه انگلیسی رو یاد بگیریم. بارها به این موضوع اشاره کردم. شما باید در کل کاری بکنید که شخصیت انگلیسی زبان شما شکل بگیره. اگر بخواید در مسیر یادگیری قبلیتون ادامه بدید، مطمئناً به نتیجه درستی نخواهید رسید. مسئله اینجاست، برای رسیدن به موفقیت باید راه‌های گذشته و فرسوده و غیر مفید قدیمی رو کنار بزنید و از راه‌های درست، اصولی و علمی گام در راه فراگیری بذارید. اگر شما همیشه سعیتون بر این باشه که با ترجمه کردن برای خودتون و به فارسی فهمیدن یک موضوعی رو درک بکنید و از اون یک برداشت فارسی داشته باشید، هیچ کمکی در پروسه یادگیری خودتون انجام ندادید. هیچ کمکی به خودتون نکردید. هر وقت اگر خواستید خودتون رو تست بکنید ببینید واقعا در چه سطح دانشی از زبان قرار دارید، کافیه که ببینید شخصیت انگلیسی زبان شما یا به اون زبانی که مورد علاقتون است و دارید روش کار میکنید و مطالعه میکنید، حالا ما اینجا انگلیسی رو مثال میزنیم، ببینید شخصیت انگلیسی زبان شما چند سالشه. این خیلی مهمه. همین به شما میتونه کمک بکنه دقیقاً ببینید آیا تو رایتینگ ضعیفین، آیا تو ریدینگ ضعیفین، آیا تو لیسنینگ، آیا تو اسپیکینگ. بایستی کمک بکنید به رشد شخصیت انگلیسی زبان خودتون و کمک بکنید به قسمت انگلیسی زبان مغز شما که رشد پیدا بکنه. فراگیری با استفاده از ترجمه و فراگیری به فارسی کمکی به شما نخواهد کرد، دقیقاً میشه ادامه مسیرهای قبلی اشتباهی که ما رو به اینجا رسونده. کتاب حال به اون نتیجه‌ای که باید میرسیدیم نرسیدیم و همچنان داریم در کوچه پس کوچه‌های اشتباه و کوچه پس کوچه‌های بن‌بست پرسه میزنیم. خواهش میکنم به این موضوع توجه بکنید. هرگز هیچ زبانی رو و مخصوصاً انگلیسی رو به فارسی یاد نگیرید. شاید پیش خودتون بگید که سخت، مشکل فلان. درسته، ممکنه در ابتدا یه مقدار سخت باشه. به هر حال هر کاری سختی خودش رو داره. باید تلاش کرد کمی که شروع بکنید، اجازه بدید شخصیت انگلیسی زبانتون شکل بگیره، قسمت انگلیسی زبان مغز شما شکل بگیره، کم کم نیاز به ترجمه در شما رفع میشه، کم کم اون شخصیت رشد پیدا میکنه، اون قسمت مغز شما که پردازش میکنه مطالب انگلیسی رو رشد میکنه و باعث میشه شما بهتر و راحتتر و بدون مشکل متوجه مطالب دیگه بشید. و اینکه باعث نمیشه که از شخصیت فارسی زبان شما، از قسمت فارسی زبان مغز شما برای این منظور کمک گرفته بشه که باعث بشه در نهایت در راه یادگیریتون، در راه فراگیریتون هیچ حرکت مفیدی نکرده باشید. حتما این موضوع رو رعایت بکنید. تکنیک های فراگیری همشون در مجموعه انگلیسی به صاحب خوردن به صورت صوتی و فارسی همینجوری که صدای من رو دارید میشنوید کاملا بیان شده. اگر دوست داشتید میتونید مجموعه انگلیسی مثل آب خوردن رو تهیه بکنید. فوق العاده جواب گرفته شده از این مجموعه. از سایتمون هم دیدن کنید. بعضی از تکنیک هایی که به صورت عمومی و برای همه بیان شده در سایت قابل دسترسه. abcxyz.ir. شادکام باشید. روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنم.